اما تو فضای مجازی و برخی رسانه‌های فارسی زبان روایت‌های دست به دست میشه که گویا در زمان دیکتاتوری سلطنتی در ایران مردم از جمله معلمان و فرهنگیان در اون زمان در رفاه و امنیت و آسایش و فراوانی به سر می بردن. همراه میشیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر امور سیاسی. خانم دشتی، به شما سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین و همراه ما هستین. خانم دشتی، میخواستم بیشتر از شما بشنویم تو این رابطه، مشخصا تو ایام دیکتاتوری سلطنتی. شما ما که نبودیم، ولی خب شما که بودین اون موقع، حقیقت چی بود؟ شرایط چطور بود؟ وضعیت معلمان و فرهنگیان و خلاصه واقعیت ها چی هست؟ با سلام خدمت شما و با بزرگداشت یاد شهدای عزیز 19 بهمن. راستش موقعی که میگین من نبودم شما بودین، من به این فکر میکنم که شاید از همین اینکه دیکتاتورها تاریخ رو بیان نمی‌کنن و دیکتاتورها به اصطلاح قلم به دست حاکم هست استفاده می‌کنن، چون اگر که ما یک حکومت آزادی رو داشتیم طبعا شما هم دسترسی به اطلاعات واقعی اون زمان رو داشتید. از همین زاویه اگر بخوایم نگاه بکنیم که چرا کسانی توی تلویزیون‌های یا رسانه‌های فارسی زبان میان و میخوان به اصطلاح کابوس رو به عنوان رویا به مردم بفروشن، جای بسیار تعجب داره. اگر که من اسم کسی رو نمیخوام بیارم، ولی تا اونجا که دنبال کردم تعداد بسیاری از اینها کسانی هستن که سالهای سال تا اواخر شاید مثلا دهه 80 یا 88-89، بعد از قیام 88 یا بعد از قیام 96 یا بعد از قیام 98 از ایران بیرون اومدن و تا لحظه آخر برای مقامات رژیم کار کردن یا مشاور بودن و یا توی دستگاه‌های به اصطلاح تلویزیون و رادیوی رژیم بودن، بیشتر هم تلویزیون، یا اینکه مثلا مشاور مطبوعاتی بودن یا خیلی از این کارا. جالب این که این افراد که خودشون بعضی وقتا به خودشون مورخ میگن یا جامعه شناس میگن، ظرف فکریشون و ظرف تعریفیشون همون چیزی هستش که حکومت خمینی، منظورم حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی، است در اختیارشون میذاره، به این علت که فضای سرکوب رو اصلا در نظر نمیگیرن. چون امنیت چه در دوران شاه و چه در دوران خمینی مفهومش سرکوب بود، چون امنیت اصلا مشکلشون نیروی خارجی نبود. در دوره پهلوی، چه پهلوی اول چه پهلوی دوم، هم همین بود. یعنی اداره ساواک که بعد از حکومت کودتای به اصطلاح ضد مردمی بر علیه حکومت مصدق شروع میشه، دو سال بعدش ساواک تشکیل میشه، اداره رکن چهار ارتش تبدیل به ساواک میشه و ساواک یکی از اداره سومش که به اصطلاح امنیت داخلی بود، یکی از بزرگترین به اصطلاح سازمان‌های کاری رو داشت که توی مدارس بین معلم ها و اصلا خبرچین، جاسوس و یا اینکه اصلا توی شهرستان‌ها ساواک قشنگ این الان امام جمعه که مثلا چیز شغل دولتی نداره، اینا خودشون تعیین میکردن که مثلا اگر که رئیس اداره کشاورزی حرفی زده یا یک معلمی حرفی زده، ساواک راحت میومد عوضش میکرد. این بحث خیلی بحث گسترده این میشه و میخوام خودم رو به اصطلاح روی موضوع مدارس اگر که دقت کنیم، تصور کسانی که راجع به این مسئله حرف میزنن در اصل ضد انقلابه، یعنی ضد حرکت اجتماعیه. در حقیقت بحث دوران شاه نیست، چون خودشون به خوبی میدونن ملتی که بلند شدن و برای آزادی مقابل شاه قیام کردن و انقلاب کردن جسارت نباشه بهشون. دیوانه که نبودن، اگر وضعشون خوب بود، اگر که درآمد کافی داشتن، اگر که آزادی های اجتماعی داشتن، موقعی که خود شاه اعلام میکنه یک حزب، خب همون یک حزب رستاخیز، فقط حزب روح الله هست دیگه. یعنی این همانیایی که بین حکومت پهلوی و حکومت
جمهوری اسلامی را هست نادیده انگار میکنن، خب بله یک آزادیایی فردی نه اجتماعی، در حد اینی که کی چی لباس بپوشه، در همین حد، یا این که مثلا رستوران بره کارش نداشته باشن یا بیهجاب باشه، یا یعنی در مجموع شما نگاه کنین دهه 40 دانشگاه های ایران، مدارس ایران پر از اعتصاب بر علیه شاه بوده، اصلا گارد دانشگاه وجود داشته تو تمام دانشگاه های ایران. خب اگر که موقع گل و بلبل بوده حتما بوده، برای اونا بوده. من میگم بحث خیلی گسترده میشه، ولی در مجموع اینها کسانی هستند که حتی اگر به خودشون هم اصلاح طلب بگن که مثلا خواستار گذار یا نمیدونم فروپاشی یا هرچی هستن، در حقیقت نه اینجوری نیست، ضد تحرک اجتماعی و ضد کلمه انقلاب به معنی تغییر بزرگ و دگرگونی عمیق در جامعه است. بله خانم دشتی، ما الان تو دوران حکومت شیخ، مشخصا ایامی هم که الان خامنه ای هست، اون موقع هم که دوران خمینی بود، سرکوب معلمان و فرهنگیان خب تاریخ مشخصی داره، در زمان سلطنتی هم شاهد بودیم. الان فصل مشترک اینها رو چطور میبینید، مشخصا بر صنف فرهنگیان و معلمان؟ ببینین مدرسه یا اصلا دانشگاه به مفهوم اینه که یک مکانی برای آزادی و انتقال آگاهی هستن بسیار مهمه، همین اندازه که برای رژیم خمینی مهمه که حالا به علت جنگ ضد میهنی و خیلی چیزا حتما شاهدش بودن که توی بچه ها رو مدارس از صبح دعا بخونن، نماز بخونن، یه کاریشون کنن که به جبهه برن، یا اینکه حالا بعد از که جنگ تموم شد راهیان نور رو درست کنن، یعنی بخواد که یک افکار دانش آموزان رو در یک مسیری سوق بده. برای اینکه افکار دانش آموزان رو در یک مسیری سوق بده، به تبع معلمایی میخواد که باید حرفاشو گوش بدن. اگر معلما حرفاشو گوش ندن، خب امنیت ملی به هم میخوره. حالا برمیگردیم دوره شاه. دوره شاه همین بود. دوره شاه موقع که وارد کلاس میشدی عکس شاه بالا بود، بعد عکس نمیاد فرع کنار دستش و ولی عهد بالا هم خدا و شاه میان، خب همین دیکتاتوری که یک نفر میتونه تصمیم بگیره، جشنای نمیدونم 2500 ساله، جشنای چهارم آبان و نهم آبان که تولد خود شاه بود و تولد رضا پهلوی، تمام مدارس ایران تعطیل میشد، باید اونجوری جشن میگرفتن. حالا اگر من میگم که خیلی چیز باید خلاصه کنم، اما همین معلم ها کسانی رو به جامعه برای تغییر ارائه دادن و اونا قدم گذاشتن. دکتر خانعلی 12 اردیبهشت دکترای فلسفه داره، دبیر دبیرستان، برای اینکه حقوق معلم ها در دوره شاه هم کمترین از کارمندای دولت کمترین حقوق رو معلم ها می گرفتن. دکتر خانعلی به این اعتراض وارد میشه و به هر حال شاه دستور سرکوب میده و دکتر خانعلی جونش رو فدا میکنه و بعد از اون 3 نفر دیگه هم مجروح میشن به این علت که فشار اجتماعی باعث انقلاب و تحرک بیشتری توی جامعه نشه. شاه دستور میده، یا اینکه مردم و خواست مردم جواب میده، که از اون روز به بعد 12 اردیبهشت روز شهادت دکتر خانعلی به عنوان روز معلم انتخاب میشه یا نامگذاری میشه. اما اگر نگاه کنیم اشرف رجوی که به هر حال وارد یک صحنه اجتماعی میشه و شاگردای اشرف رجوی هنوز اعلام میکنن که چه درسایی، منظورم نه فقط درس انقلابی ازش گرفتن، جون خودشون رو به هر حال اون موقع معلم بودن، یا اینکه مرضیه احمدی اسکویی بود که در تبریز معلم بود و وارد سازمان چریکای فدای خلق ایران میشه برای تغییر در جامعه، یا فاطمه امینی مجاهد خلق، اولین زن مجاهدی که روی تخت شکنجه آنچنان شکنجش میکنن که دیگه هیچ گوشتی یعنی واقعا این داستانا رو که آدم بکنه، اینا جنایاتی هست که در دوره پهلوی انجام شده. این چه مورخی هست که راجع به این دردها صحبتی نمیکنه؟ این آزادی اجتماعی، آزادی عقیده هست که خب برای آقایون مورخ و خانمای مورخ به شهر ایزن چیزی نداره. خب ادامه ما میدیم، میرسیم به دوره خمینی.
از روز اول یعنی 30 خرداد، حالا بجز اون بسیاری از دانش آموزان قبل از 30 خرداد وارد صحنه اجتماعی شده بودن، همراه با معلماشون در تظاهرات به نفع مجاهدین شرکت میکردن یا گروه های دیگه که توی اجتماع بودن. توی این راستا ما معلم های بسیار بسیار زیادی رو داریم که وارد اجتماع شدن و مثل همکار خودم باید ازش اینجا یاد کنم، طاهره نقدی که شهید شد، و فرزاد کمانگر. توی همین قیام سال 1402 من نگاه کردم زهرا لوری از کرمان، عرفان کاکایی از جوانرود و رسول حدادی از زنجان جون خودشون رو از دست دادن. خب این حقوق معلم ها را حتی اگر همین الان نگاه کنیم 700 تا معلم حداقل از کار برکنار شدن یا اینکه دستگیر شدن یا اینکه توی زندان ها هستن. خب همین داستان ها هم دوره شاه بود که اولین کار یعنی به جای اینکه رسیدگی کنن به درد مردم یا جوابی بدن یا جواب مشخصی بدن، بهترین را عمل جراحیه. عمل جراحی من نه منظورم برای حفظ تنه، برای از بین بردنه، یعنی اخراج، اعدام، زندان، حکمهای طویل مدت. خب همینا باعث میشه که اتفاقا فشار اجتماعی و باعث حرکت بیشتر مردم میشه، چون میبینن آقا معلمی که وارد صحنه اجتماعی میشه و فقط میگه آقا من حق معیشت خودم رو میخوام، حق زندگی خودم رو میخوام، بهش میگن ضد امنیت ملی. دقیقا همین برچسب رو هم دوره شاه میزدن به کسانی که میخواستن فعالیت کنن. خب این همانی ها اینقدر زیاده که شاید باید مثلا یه کتابی راجبش نوشت، شباهت های دوره پهلوی و دوره خمینی، یعنی پهلوی ها و خمینی، چون از روز اول بنای حکومت پهلوی بر استبداد گذاشته شده با رضاخان و ادامه داره. یعنی حتی نمیشه به شاه محمد رضا شاه گفت شاه مصلح، چون شاه مصلح اعدام نمیکنه. شاه یعنی دیکتاتور مصلحی هم نبود، اونایی که میخوان برگردن به دوره پهلوی. به هر حال در خلاصه کنم، وقتتون رو نگیرم، در خلاصه کلام اینه که حکومت ایران نه اصلاح پذیره و نه اینکه بخواد اصلاحی درش صورت بگیره. این یکی برای مردم مثل خورشید روشن شده، اما همه هم میدونن که برای مقابله با این دیکتاتوری باید پا در میدان گذاشت، باید سازماندهی کرد. خب این سازمان کار وجود داره، اما حاضرید بهاشو بدید؟ نه. خب من نمیگم نه، این بها رو مردم خواهند داد اگر که تلویزیون های خارج از کشور این بها رو حاضر نیستن حتی راجبش هم صحبت کنن، اما مردم خودشون میدونن که هیچ راهی به جز این مقابله، مقاومت و از بین بردن کلیت رژیم وجود نداره. بله، بسیار سپاسگزارم از شما خانم سویلا دشتی که در این فرصت کوتاه و نزدیک ایام انقلاب ضد سلطنتی نگاهی کردیم به اون ایام و فصل مشترک این دیکتاتوری و شباهتاش رو برامون گفتین. مشخصا اون صنف فرهنگیان و معلمان، البته بسا گسترده تر هم این بحث است. به هر حال تو این فرصت کوتاه ازتون سپاسگزارم خانم دشتی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. شب شما بخیر. شب شما خوش.